سلام، خوش اومدید به کانال یوتیوب من. من این بار به یک شکل دیگه ای ظاهر شدم. تا الان هرچی ویدیو میدیدین خب قاعدتا همش یه حالت اسکرین کست داشت، یه سری در واقع ویدیویی بود که از دسکتاپ ثبت کرده بودم، اما با خودم فکر کردم که شاید بد نباشه که در واقع یک ستاپ جدیدی داشته باشم، یه دوربینی باشه. اینجوری فکر میکنم که اینتراکشن بهتری هم بتونیم با هم برقرار بکنیم، پس من بعد احتمالا من این شکلی خواهید دید. امیدوارم که باعث نشه که کانال رو آن سابسکرایب بکنید. ولی در واقع هدف دیگه هم اینه که یه خورده کانال رو بهتر بکنم، محتواش رو غنی‌تر بکنم. قاعدتا خب همونطور که قبلا هم گفتم برای من نفع داره و امیدوارم که برای شما مفید باشه. هدف دیگه هم اینه که اگر بشه حتما کانالم رو رشد بدم و حتی به مانیترایز کردن برسونم. پس امیدوارم که خوب باشه، امیدوارم که خوشتون بیاد. حتما حتما منو معرفی بکنید به دوستاتون، به هر کسی که میشناسید به دردش میخوره، و ازشون بخواین حتما کانال منو سابسکرایب بکنم. من احتمالا ویدیو رو دیگه توی آپاراتم نخواهم گذاشت، به خاطر که گفتم میخوام که در واقع توی یوتیوب کانالم رو روش بدم. برنامه های زیادی دارم واسه کانال، ولی خب بستگی به فیدبکی داره که از شما میگیرم و ببینم که چقدر در واقع خواهان داره یا اینکه چقدر خودم هم میتونم واسهش زمان بگذارم. اما امروز برای اینکه فعلا دست خالی هم از پیش من نرید، میخوام شما رو با یک کامندی آشنا بکنم، با یه در واقع CLI آشنا بکنم که خیلی برای خودم مفید بوده. اسمش هست استیکامن. در واقع کارش اینه که شما بدونه که مجبور بشید هی JDKهای مختلف، استیکهای مختلف رو از این طرف و اون طرف دانلود بکنید و استفاده بکنید، بتونید راحت از طریق در واقع این ابزار این کار رو بکنید و اون بیاد همه اون چیزی که نیاز دارین رو براتون آماده حاضر دانلود و نصب بکنه. بذارین بهتون بگم منظورم چیه. اول اگه برید توی سایت sdkman.io، در واقع این سایتی که من دارم راجعش صحبت میکنم، یه در واقع software development kit manager. یعنی چی؟ یعنی شما میتونید به راحتی JDKهای مختلفی که اینجا وجود داره، مثل JDKهایی که توی OpenJDK هست که در واقع مرسومه به همون JDKهای اوراکل اما اوپن سورسش، یا SDKهای مختلف دیگه مثل مثلا گریدل، میون، اسپارک، چیزایی که معمولا شما نیاز دارید که نصب بکنید، بتونید با این نرم افزار بگیرید و راحت تر این اتفاق بیفته. تا قبل ما میومدیم مثلا چه کار میکردیم؟ میومدیم در واقع یک گریدل رو برای مثال یا JDKها رو روی لینوکس برمیداشتیم، میووردیم به عنوان زیپ فایل، اکسترکتش میکردیم، بعد شروع میکردیم باش کار کردن. خب تمام این باز کردن در واقع زیپ فایل، دانلود کردنش، همه اینا پیدا کردنش درد سر داشت، ولی خب استیکامن در واقع میاد این کار رو براتون ساده میکنه. توی JDKها جالبه که انواع JDKهای اوپن سورس رو توش داره، قاعدتا مال اوراکل نداره، ولی مثلا گرال وی ام رو داره. گرال وی امی که الان هم داره یه خورده معروف میشه و مخصوصا در واقع این روش جدیدی به نام کوارکوس که اومده یک کوبرنیت نیتیو جاوا استک درست کرده و ادعا میکنه که اگه مثلا با گرال وی ام منو ران بکنی، در واقع میتونی با سرعت بهتری اجرا بکنی یا اینکه بوت سریعتری داشته باشی یا مموری کمتری اشغال کنی. یا مثلا کورتو که مال آمازونه و در واقع یک اوپن جی دی کای جدید اوپن سورس جاوا دیولپمنت کیته که آمازون اونا داره ارائه میده، دقیق نمیدونم که چه فایده ای داره و چی اضافه و کمتر داره، میتونید راجعش خودتون مطالعه بکنید. خب من شروع میکنم نصب کردنش. همین فرمانی که اونجا بود رو استفاده میکنم، کپی میکنم. میبینید که توی هومتون یه فولدری به نام SDKman میسازه، یه دونه فایلیه که بعد شما اجراش بکنید تا SDKman را به عنوان یکی از دستورات لینوکسیتون راحت بشناسه. من اینجا میام میگم که sudo، حتما هم اونو نیاز داره، و اینجا میگم که bash. خب
اینجا احتمالا نیاز دارید که یه دور ریستارت بکنید کنسولتون رو تا بشناسدش. کنسول من از این به بعد بگم SDK اون رو برای من میشناسه، خودش هم معمولا اگر آپدیتی داشته باشه آپدیت میده. SDK یه چیزی داره به نام لیست که لیست تمام در واقع اون JDK ها SDK هایی که نیاز داره رو براتون لیست میکنه، ولی اگه سرچ بکنین جاوا میبینین که فقط اونهایی که مربوط به جاوا بوده رو براتون آورده با ورژن هاش و اینکه دیستریبیوشنش مال کیه. مثلا این جاوا نت همون اوپن JDK های خودمونه، هر کدوم هم یه نام آیدنتیفایری داره. فرض بکنید که من میخوام جاوای 11 اوپن JDK 11 رو نصب بکنم، پس نامش میشه 11.08 اوپن. من اینجا کافیه که بگم که SDK install java 11.08 اوپن. اشتباه نوشتم. install حله، خودش دانلودش میکنه، آن پکش میکنه و بعدم توی یه جایی قرار میده که راحت بتونین بهش دسترسی داشته باشین. و بعد هم یه نکته جالبی که داره اینه که شما میتونید راحت بهش بگین که SDK من بیا این JDK رو به عنوان فرض بکن جاوا هوم من در نظر بگیر یا کارنت جاوای من در نظر بگیر، که هر جا من گفتم جاوا از این به بعد دیگه با جاوای 11 کار بکنه. بریم ببینیم. اینجا میگه که installing java 11.08. مگه الان بنویسم java dash dash version میبینین که قشنگ همین ورژنی که میخواستم و برا من نصب کرد. حالا چی میشه که من بیام بگم که به غیر از این فرض بکن میخوام ورژن 14.02 هم برا من نصب بکنی، اون موقع دو تا ورژن خواهم داشتی که اینجاست که در واقع یه خورده به کمکمون میاد. 14.02 slash open. یه خورده طول میکشه. اگه مراجعه بکنیم به خود یوزیج خودش، چند تا کار قشنگ میشه اینجا انجام داد. یکی این که میتونید environment variable قرار بدید. مثلا اگه بگید که من میخوام environment جاوا را ست بکنم، بعدا میبینید که جاوا هوم را توی شل اسکریپت جاری شما، توی سشن جاری شما ست میکنه. خیلی جالبه. یا مثلا میتونید ببینید که دیفالت ورژنی که داره الان جاوا استفاده میشه چیه، و بعد میتونید اون کارنت دیفالت در واقع ورژن را ست بکنید. اگه در واقع از دستورات خوش استفاده بکنید همه اینا را میبینید. خب اینجا ورژن 14 رو نصب کرد و بعد از من میپرسه که آیا میخوای که این جدید رو به عنوان دیفالت بر ست کنم؟ میتونید بگید آره یا نه. اگه من بگم نه، کماکان ورژن 11 رو برای من به عنوان دیفالت JDKای من جاوای من میشناسه. من میتونم ازشم بپرسم که در واقع به من بگو که کارنت جاوای من چیه؟ میگه که 11.08. اگه بخوام عوضش بکنم میتونم دیفالت جاوا را نام ببرم، که بهتره اینجا بگم که 14.02 اوپن را میخوام به عنوان پیشفرض برای من قرار بدی. الان اگه جاوا داش داش ورژن را بزنم میبینی که در واقع سویچ کرد روی جاوای 14. خیلی مفیده. من گریدل هم با همین میتونم نصب بکنم، میون هم میتونم با همین نصب بکنم و پروژه رو باهاش ایجاد بکنم. حتی اسپرینگ بوت هم یه دونه نسخه داره که هر موقع خواستین بتونین از اون استفاده کنید، برای اینکه یه پروژه رو آماده حاضر بتونین اینیشیالایز بکنید. من خودم ترجیحم نیست. و گرووی هم میتونید نصب بکنید باهاش، من ازش استفاده کردم. ولی گریدل چون حالا اگه نیاز شد که حتما یه سری ویدیو واسش درست میکنم توی گریدل، ما چون از گریدل رپر معمولا استفاده میکنیم نیازی به در واقع SDKش نداریم. اما فکر میکنم یه جایی توی ایران که الان گریدل دانلود کردنش نیاز به فیلتر شکن و این چیزا داره، شاید این تولز به دردتون بخوره. خب
قاعدتا اگه من الان جی شل رو استفاده بکنم میبینین که به راحتی برای من جاوا رو میشناسه و ازشم میتونم استفاده بکنم. لوکال دیتا اگه بگم نه رو به من نشون بده به راحتی این کار رو برای من میکنه. خب میخوام یه چیز دیگه هم بهتون این آخر نشون بدم که اولا اینکه ما حالا تمام این پکیج رو که توسط استیکام میگیریم استیکام من میگیریم کجا میره. اگه من برم توی هوم خب قاعدتا مخفی فایلش، اگه با داش ای بزنم میبینیم که یه فولدری یه دیرکتوری داریم به نام استیکام من. اگه برم داخل استیکام من اینجا یه قسمت داره به نام آرکایوز که تمام اون زیپ فایل ها استیکاها جیدیکاها رو در قالب در واقع فایل های زیپ شده داره اینجا و خودش دانلود کرده. توی کندیدیت اومده تمامی اینها رو کلیر، تمامی اینها رو برامون دانلودش رو اینجا گذاشته، مثلا اونهایی که در رابطه با جاوا هست. اگه برم داخلش و لیست کنم میبینید که در واقع ورژن 11 و 14 که من میخواستم اینجاست و همچنین کارنتش هم گذاشته. کارنتش رو در واقع در حالت لینک گذاشته. اگه لیست بگیرم میبینین که در واقع یک سافت لینک کارنت که به 14.02 در واقع پوینت کرده. اگه برم به کارنت خیلی راحت میتونین ببینین که کجاست و چطوری داره کار میکنه. خب پس اگه یه موقعی مثلا رفتید توی استودیوی مثل IntelliJ و نیاز شد که JDKتون رو بهش معرفی بکنید یا هر چیزی رو، میتونین از این بفهمید که در واقع کجا نصب شده و در واقع تمامی اون جیدیکا هاتون رو اونجا داشته باشید. خب این بود از چیزی که میخواستم بهتون بگم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من به زودی باز هم ویدیوهای دیگه ای اپلود خواهم کرد. یادتون نره که به کانال من سابسکرایب بکنید و اگه نکردین، و اینکه خیلی ممنون از لطفی که دارید، کامنت هایی که مینویسین. من برنامه ریزی کردم واسه چیزایی که میخوام توضیح بدم. یه بخشش احتمالا راجع به فیچرهای جدید جاوا خواهد بود، مثل همون پلیلیست جاوا فیچری که قبلا داشتم. احتمالا سعی میکنم به سمت تست نویسی و بی دی دی و اینها هم برم و سعی کنید ایده هاتون رو هم برای من بفرستید. من تا جایی که بتونم و در واقع دانشش رو داشته باشم حتما خوشحال میشم که هم خودم مطالعه بکنم راجبشون اگه نیاز باشه، یا اگه میدونم حتما محتوایی براتون آماده بکنم. تا بعد خدافظ.